در نام خداوند بخشاینده و مهربان وقوع زلزله نسبتا خفیف در شمال شرق کشور هموطنان ما را نگران کرده و برخی حتی در شبکه اجتماعی نوشتن که بالاخره پیش ها به واقع تبدیل شد حالا چی باید کرد اما واقعا جای نگرانی هست سلام بر شما دوستان گرامی 13 فوریه و 24 دلو است امروز صبح به وقت افغانستان شاهد زلزله در شمال و شمال شرق افغانستان بودیم مشخصا قسمت های از بدخشان و تخار که البته اندازه و شدت زلزله هم 4.3 درجه ریشتر گزارش شده یعنی زلزله خفیف هست و بر اساس گزارش هم در عمق 206 کیلومتری زمین بوده این خیلی پایین بوده خدا را شکر و در ولایت تخار اما هرچند که زلزله شدید نبود به مجرد این که خبرش در شبکه اجتماعی و رسانه ها نشو شد بسیاری از همتانان ما نگران شدند به این زلزله پس از آن به وقوب پیوست که برخی از ساینسدان ها و متخصصین نمی عرصه پیش بینی کرده بودند که ممکن افغانستان و هند و پاکستان هم شاهد زلزله های باشن. اکنون ما این زلزله بسیار خفیف را ما امسوب در افغانستان شاهدش بودیم که دوستان نگران کرده و خیلی ها که شما در شبکه اجتماعی دیدین به این موضوع واکنش نشان دادن اما دوستان گرامی جای خیلی نگرانی نیست هرچند که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست اما بر اساس سروی که انجام شده مدام کلیپ چند وقت پیش هم زد کردم به شما گفتم این چیزی هست که ساینس ها و محققین روش کار کردن افغانستان مستعد زلزله خیلی شدید نیست یعنی ممکن است تا 6.6 چند درجه ریشتر زلزله به وقوع بپیونده ولی بالاتر از اون نه اما خب همی 6 از 6 تا بالا دیگه از پنجره با بالا هم جز زلزله بسیار یعنی که میتونه با ایرانگر باشه این آسیب به مردم برسانه هست اما جای و قدر نگران نیست که ما از همین لحظه در فکر باشیم که باید چه کار کنیم یعنی زلزله خدای نخواسته اگر اتفاق هم بیفته ای تو زمان مشخص نیست که شما به نظر بگیرید که فلانی روز هست همون روز شما در بیرون باشین و می ترسم که خدای نکرده همین لحظه خیلی ها در بیرون نخواب ده اخی از ترس که اینکه زلزله میای حلبین بیرون خواب کنیم و این میتونه بسیار خطرناک باشه یا حتی شاید خیلی ها خود بی خواب کنه که خبر زلزله آمد حالا فرار کنیم بریم بیرون زندگی تا به صورت عادی به پیش ببرین و ما بازم تاکید میکنیم این چیزی هست که برخ محققین گفته افغانستان خیلی مستعد زلزله حد تا چندین دهه دیگه نیست بر اساس آمار را که امروز سازمان زمینشناسی شناسی آمریکا هم اعلام کرده هفت کشوری که بسیار مستعد زمین لرزه هستند در روزم افغانستان نامش نیست مثلا در اینجا کشورهای فیجی، تانگا، اندونزیا، ژاپن، چین، ایران و ترکیه نام برده شده و از افغانستان در اینجا نام گرفتن نشده و البته تنها مسئله کوهستانی بودن هم نیست که تنها افغانستان اگر کویستانی هستن زلزله نمیشه برخی کشورهای دیگه هم هستن که کویستانی هستن ولی زلزله شه. ما خب نظر به تغییراتی که در عمق زمین اتفاق میفته و زمین شناسا و تجزیه و تحلیل میکنه و روش تحقیق میکنه احتمال از که در افغانستان خیلی زلزله و ایرانگار مثل ترکیه اتفاق بیفته یا سوریه انشالله که فعلا در چند دهه پیش رو نیست با این وجود هیچ چیز قابل پیش بینی نیست اما تاکید میکنم این نباید سبب شود که شما کلا زندگی رو به هم بریزید و برنامه‌های و به هم بریزید خب زلزله ما چیکار کنیم شب روزتون انشالله که همه چیز بخیر بگذره چیز جدی پیش نیایم و برای شما هم سلامتی میکنم باز هم من تاکید میکنم میره که اگر این خبرها نشر شده شما نباید زندگی تانو متاثر بسازین که خب کلا حلب زلزله ما چه کار بکنیم و تصویر شما اکثر روی سوریه و ترکیه بیاره که هی چی تصورای بود چی گونه فاجعه خلق شد آماده کی هر شرایط شما داشته باشین یعنی کلا غافل هم نباشین هر کاری که میتونن انجام بدین ولی نه که خودتان رو خواب کنید به برنامه کنید که هیچ زلزله می انشالله که الله چیزی اتفاق نخواهد افتاد و کلیپی هم دانشمند را که زمزمزه زمین 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 ترکیه و سوریه را پیش بینی کرده بود هم من دیدم یک رسانه هندی او هم موضوع را تاکید میکنه که این زلزله با شدت خیلی بالای اگر اتفاق بیفته هم در افغانستان مشاهدهش نخواهد بودیم به هر صورت موفق باشین Orjinal selameti başımadır. Bu başın türlü neyse fikir kurun kelip.